بخش سه حمایت و خدمات شما من حیث یک مهاجر جابجا شده به انواع مختلف حمایت ها دسترسی خواهید داشت که به شما کمک خواهد کرد که با زندگی کردن در کانادا خود را عادت دهید. مرجع این حمایت ها نظر به برنامه جابجایی شما متفاوت می باشد. در مجموع چهار نوع برنامه های جابجایی وجود دارند. برنامه مهاجرین که توسط دولت حمایت میگردد افرادی که تحت برنامه مورد حمایت دولت جابجا می شوند توسط دولت حمایت و تمویل می گردند و همچنان توسط سازمان های تمویل شده دولت فورا جابجا می گردند برنامه جابجایی مهاجرین تمویل شده توسط سکتور خصوصی افراد توسط گروپها ها و سازمان های خصوصی مورد حمایت و تمویل قرار می گیرند. در این صورت، افرادی که تحت برنامه تمویل مهاجرین توسط سکتور خصوصی مورد اسکان مجدد قرار می گیرند، فوراً توسط تمویل کنندگان سکتور خصوصی جابجا و مورد حمایت مالی قرار می گیرند. تمویل کنندگان قانوناً مسئول ارائه کمک های مالی محدود به مهاجرین تمویل شده تحت برنامه تمویل مهاجرین توسط سکتور خصوصی هستند. تمویل کنندگان اجازه ندارند که از مهاجرین پول بخواهند و یا به آنها بگویند برای اینکه مورد تمویل قرار بگیرند باید پول پیشکی بپردازند. حتی اگر به مهاجرین وعده کنند که به مجرد رسیدن به کانادا پولشان پس داده خواهد شد. برنامه تمویل همکاری مشترک افرادی که تحت برنامه تمویل همکاری مشترک جابجا جا میگردند توسط دولت مورد حمایت مالی قرار میگیرند آنها فورا توسط سازمان های تمویلی دولت جابجا گردند. آنها تمویل کنندگان خصوصی هم دارند که با آنها در کانادا کمک های بیشتری را انجام میدهند برنامه ویزه مختلط ارجاع شده دفتری افرادی که تحت این برنامه جابجا میشوند توسط دولت و تمیل کنندگان خصوصیشان مورد حمایت مالی قرار می گیرند. آنها فورا توسط تمیل کنندگان خصوصیشان جابجا می شوند. بدون در نظر داشت برنامه جابجایی تمیل مالی برای شما در کانادا محدود است. مقدار کمک مالی بستگی به عوامل مختلف همچون تعداد اعضای خانواده شما، سن اعضای خانواده، محل زندگی و نیازهای خانواده شما دارد. سازمان های تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان می توانند شما را در ترتیب و اجرای بودجه کمک کنند. کمک در زمینه جابجایی شما در کانادا که توسط سازمان های تمویلی دولت یا تمویل کنندگان به شما ارائه می گردد نیز محدود است. مدت زمان این کمک ها بستگی به برنامه جابجایی دارد و نظر به شرایط شما تغییر می کند. کمک های فوری که با شما در جریان جابجایی در کانادا صورت می گیرد، قرار زیلند. اگر در زمستان به کانادا بیایید، لباس های زمستانی به شما کمک می شود. ترانسپورت از مقصد نهایی به محل بودباش شما. محل بودباش موقت. کمک در پیدا نمودن مسکن دائمی و وسایل خانه. ارجاع به کمک های دراز مدت تا در کانادا ساکن گردید. شما باید به مقصد معین شده تان سفر کنید. در آنجا با شما نظر به نیازهای سکونتتان کمک صورت خواهد گرفت. در غیر آن، جابجایی و کمک های مالی شما به تأخیر خواهند افتاد. اگر شما پلان رفتن به یک جای دیگر را دارید، باید فوراً به سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان اطلاع دهید. اگر شما تحت برنامه تمویل مهاجرین دولت جابجا میگردید در صورت رفتن به جای دیگر ممکن در کمک های مالی شما تاخیر صورت گرفت. اگر شما تحت برنامه تمویل مهاجرین توسط سکتور خصوصی یا برنامه مشترک جابجا به جا می گردید، اگر شما در جایی که تمویل کنندگانتان سکونت دارد زندگی نمی کنید، شما دیگر واجد شرایط جابجایی و تمویل مالی نخواهید بود. تمام مصارف آمادگی و رفتن به محل دیگر، به شمول هزینه سفر و محل بود و باش، نیز به دوش خودتان خواهد بود. بدون در نظر داشت برنامه جابجاییتان، شما باید به خدمات درازمدت جابجایی از جانب سازمانهای تمویلی دولت دسترسی داشته باشید. آنها با شما کمک میکنند که چالشهای فراروی سکونت برداشته شوند با مردم ملاقات کنید، مهارتهایتان را انکشاف دهید، وظیفه پیدا کنید و کارهای بیشتر دیگری را انجام دهید. یاد داشته باشید که سازمان های تمویلی دولت مسئول کمک به همه کسانی هستند که تازه به کانادا آمدند و خدمات آنها رایگان می باشند. وقتی که به کانادا می رسید، مرور دوباره این معلومات برای شما مفید تمام خواهد شد. به شما توسیه میگردد از کمک هایی که برای شما در عرصه اسکان مجدد و سازگاری با زندگی در کانادا ایرایه می گردند استفاده به عمل آورید